آخه چرا اینقدر هولی؟ من خیلی جوونم. بوی شام سلام به اسپارتان های عزیز و گوگل بلا. امروز ما دوباره برگشتیم با یه قسمت دیگه سریالی از کانال مای استوری انیمیتد. دفعه قبلی خیلی خوشتون اومد، دوباره هم اومدیم. این دفعه سه قسمته و هر قسمت تقریبا 15 دقیقه 45 دقیقه الان میدوه و هر قسمتش یه روز در میون میاد. منتظر قسمت بعدیش هم باشین. امروز اومدیم با قسمت اولش که من اسمشم دو تا بویز و یک قلب. خیلی اینه دو تا پسر و یک قلب تایتلای وحشتناکی میزنن. واقعا دارم که خوشتون میاد. قبل از شروع دادن در اسپارتان حتما حتما این ویدیو رو لایک کنین و بریم شروع کنیم. خب فکر کنم رابطه عاشقانه رقابت عشقی دو تا پسر رو میبینیم که میخوان بکنن. شکم نوتری کوچولو مدام قارقور میکرد. اون کل بعد از رو گرسنه بود. حالا دیگه تقریبا شب شده بود ولی هنوز مامانش نیومده بود. اون آدمای خرپول نباید انقدر از مامانم کار بکشن. اوکی فقط فرانسه نمیرفتیم، مامانم اونجا مجبور نبود مثل اینجا کار کنه. دختر فرانسوی بزرگترین عمارت همه شهر از دور صدای موسیقی به گوشش رسید. دلش گفت بره ببینه چه خبره و رفتید اونجا تو باغ یه مهمونی حسابی در حال وقوعه. یعنی کیه داره راجع به این دختر حرف؟ اوه دوباره گوز پیچ کردن های من شروع شد تو این واقعنی های سریالی. فکر کنم یک نمیدونم بریم ادامهش ببینیم. ناتالی با دیدن میز بزرگ غذا دهنش آب افتاد. سعی کرد یواشکی بره داخل ولی چند تا زن جلوشو گرفتن. تو کارزی داری کجا میری دختر کوچولو؟ من گوشتمه، میشه یکم گوش بردارم با یه لیوان آب میوه؟ نگاه کن چقدر لباسش. بچه سلیقتون بین یک و دو و سه کدومه؟ من خودم هر شماره که گفتین بیشتر لایک خورد منم احتمالاً. از من نظر نپرسین، خودتون نظراتتون رو بگین. مرسی، ممنون. توش کرو کسی فن حالا به هم خورد. حق نداری بیای اینجا بچه جون، برو پی کارت. نتالی از دست خودتون میدونین من از کی خوشم اومد. بره دید یه پسر حدودا همسن و سال خودش پشت بوته ها قایم شده و اونجا خیلی عصبانی به نظر میاد. اون به یه خدمتکار زن زور داده بود که بانوی عمارت یعنی خانم هریسون داشت سرش داد میزد. چطور میتونی با یه سبد مزخرف به مهمونا میوه بدی؟ ما برای پذیرایی یه سینی گرون قیمت داریم، یه اشتباه دیگه بکنی اخراجی. آقای هریسون سعی داشت همسرش رو آروم کنه که یهو دخترشون هارپر که اونم همسن ناتالی بود همه چیز رو بدتر کرد. من دیگه نمیخوام از اون میوه ها بخورم مامان، اون زن شب منو خراب کرد. او پدر سوخته این از این بچه هایی هرسم میگیره. این بچه هایی هستن که پدر سوختن ولی سر بچگیشون مادر پدرشون هو بچم. هم میخوام مادر پدرشون رو خفه کنم هم اون بچه رو. برای اون خدمتکار بیچاره سوخت بعدم رفت پیش اون پسر پشت بوته ها. از این آدم ها متنفرم. منم همینطور، اونی که دارن سرش داد میزنن مامانمه. اونا لیاقت این همه غذای خوشمزه رو ندارن. باید بهشون یه درس حسابی بدن. بسه میخوای کار بدی انجام بدی؟ مامانم میگه تحت هیچ شرایطی نباید کار بدی بکنی. ولی پسر توجه نکرد و کیسه کود حیوانی رو از کنارش برداشت. بعدم شروع کرد از درخت بالا بره تا بتونه دیدی کامل به باغشون داشته باشه. ولی چند دقیقه بعد شاخه زیر پاش شکست و صاف افتاد روی میز غذاها و توپاله های گاو به همه طرف پخش. وای همه جیغ کشیدن و خانم هریسون هم نزدیک بود بترکه. اون بلند نگهبانا رو صدا زد و ناتالی هم فکر باید یه کاری بکنه. مامان توش اخراج کردم ازم. بعد به سمت اسلب که همون نزدیکی بود رفت. سواره اسب کوچولو شد و با تمام سرعت به سمت باغ رفت و کاملا گند زد به مهمونیشو. کوچولوهای تخس. ناتالی دست پسرا رو گرفت و با هم دیگه فلنگو بستن. باورم نمیشه همچین کاری کردی، تو خیلی باحالی. شکم ناتالی دوباره قارقور کرد. پسر خندید و از تو جیبش یه سیب در آورد. بخوره دوتا بده چون من جونت نجست ندم. بعدن یکی دیگه هم واسط میارم، قول میدم. اسم چیه؟ ناتالی. تو چی؟ کیله. از آشنایت خوشبختم ناتالی، میای دوچی؟ باشه. اگه با یه پسر دیگه 4 روز دیگه نمیری بعد بگی این داداشیمه. اون روز به بعد کیله و ناتالی بهترین دوستای هم دیگه شدن. اونا جفتشون عاشق غذا بودن و از آدمای پولدار و خبیث نفرت داشتن، مخصوصا آدمایی مثل خانواده یا هریسون. وقتی کیله بیاز ده سالش بود کلن از آدم های پولدار متنفر شد. خب این بده، پولدار خوبم داریم مثل من. اسم چیه؟ چی میگفتی؟ مامانش با یه آقا به اسم کراس آشنا شد که یکی از باغونه خانواده هریسون بود. مامانش گفت که از این بعد آقای کراس ازشون مراقبت میکنه. سلام کیلب، مامانت بهم گفته از سیب و مطالعه خوشت میاد. چیزی نگذشت که آقای کراس و مامان کیلب با هم دیگه ازدواج کردن و آقای کراس به چشم کیلب مثل یه قهرمان شده بود. کیلب واقعا دوستش داشت، اون خیلی باهوش و قوی بود و با کیلب و مامانش خیلی خوب رفتار میکرد.
بابا میخوام وقتی بزرگ شدم درست مثل شما بشم. مطمئنم از منم بهتر میشی، حتی از ثروتمندترین آدمای زمینم بهتر میشی پسرم. اون به کیلی کمک میکرد تا تکالیف ریاضیشو انجام بده، بهش یاد داد خونه پرنده بسازه و حتی کلی هم درس زندگی خوب بهش یاد داد. ایول بابام یه چیزی بهم گفت که میخوام با تو هم در میون بذارم چون تو بهترین دوستمی. کیلی از قنبل آورده، یک ناپدری خوب گیرش اومده، احتمالش کمه. جدی؟ خب بگو. اون گفت بعضی وقتا ما باید از خودمون دفاع کنیم و به هر قیمتی که شده حقمونو بگیریم. درسته، از راه درستش حقمونو میگیریم. مامانم گفته تحت هیچ شرایطی نباید کارای بدی بکنیم. میدونم به هم گفته بودی، ولی مگه دفاع کردن از خودمون کار بدیه؟ یعنی باید بذاریم بقیه هر بلایی خواستن سرمون بیارن و جیکمون هم در نیاد. خودت همیشه میگی سیستم این شهر برای آدمای فقیر خیلی نامنصفانه. آره واقعا نظرم همینه. یعنی میگم اگه کسی به تو آسیبی بزنه منم بهش آسیب میزنم. متوجه از اینکه کیلب اینقدر قاطعانه این حرفو زد تعجب کردی؟ هی وقتی خودش رو عوض کنه تعادل خودش از دست داد. کیلب حالا نمیدونم چجوری باید به یه حصار یا زمین آسیب بزنم، ولی بعد کیلی پیستره لگت زد و پاهاشو محکم کوبید زمین. گابی دیگه گوادی تو الان حساره دردش کن. آخ به جای این کارا بگرد ببین چجوری باید پولدار شوی. دون 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 طبیعی هم خندهش گرفت. اون از اینکه کیلب میخواست ازش محافظت کنه خوشش میومد و احساس میکرد خیلی خوش‌شانسه که همچین کسی بهترین دوستشه. سالای بعد علاقش نسبت به اون بیشتر هم شد، ولی از اینکه احساساتش رو اعتراف کنه میترسید. میترسید که این وقت دوستشون رو خراب کنه. یه روز تصمیم گرفت غذای مورد علاقش رو درست کنه و سر زنگ تفریح غافلگیرش کنه، ولی وقتی دید که کیلب با چند تا از دخترها میگه و میخنده زده این بازیکن. اوکی بری، ولی کیلب اسمشو صدا زد. اون برای منه. قبل از اینکه ناتالی جواب بده دخترو پریدن جلو و بهش چشم قره رفتن. آی چه جوری با همچین کله پوکی دوستی؟ همینو بگو، پسرای خوشتیپی مثل تو با دخترای خوشگلی مثل ما باشن. یهو کیلب دستش انداخت دور ناتالیو گفت دوست دختر من کله پوک نیست، اون باهوشترین، باحالترین و خوشگلترین دختریه که تا حالا دیدم، پس خواهشن انقدر دربارش چرت و پرت نگین. دوست دختر؟ وقتی اون دختر رو با سر تا پای قهوه‌ای رفتن ناتالی بهش گفت چرا همچین چیز مزخرفی بهشون گفتی؟ دیگه تا ابد ازم متنفر میشن. عصبانی شدی؟ بله. الان از این که ازت متنفر میشن عصبانی شدی یا اینکه تو رو دوست دختر خودش خطاب؟ آها نه دیگه ناراحت نشده دیگه. گاوی این داستان خودمم. خیلی نمیفهمم. عصبانی شدم چون دروغ گفتی. ما با هم ریل نیستیم. آها نه پس گاو نیستم. درست حد زدم. اگه بخوام بیشتر از دوستای معمولی باشیم چی؟ منظوری چیه؟ میشه دستتو بگیرم؟ نه. من دوستت دارم ناتالی. از وقتی بچه بودیم دوستت داشتم. تو هم دوستم داری؟ بابا چی یهویی؟ کیلب آب شد. آره فکر کنم منم همین احساسو دارم. کیلب سرشو خم کرد و بهش نزدیکتر شد. موقعی که لباشون بالاخره با هم برخورد. کجا؟ وسط مدرسه؟ از اون روز به بعد اون دوستای صمیمی با هم وارد رابطه شدن و ناتالی از اینکه دوست دختر کیلب شده بود خیلی خوشحال بود. اما کم کم اوضاع پیچیده شد. یه پسر گوگل بلایه. کیلب خیلی مریض بود و درآمد پدر ناتالیش هم برای دوا درمونش کافی نبود. بنابراین کیلب مجبور شد کلی کار پاره وقت اطراف مزرعهشون انجام بده. دیگه اصلا نمیتونست با ناتالی وقت بگذرونه. در عین حال اون شب خانواده هریسون داشتن تو خونهشون شام همیشگیشون رو میخوردن. آقای هریسون داشت در مورد پیشرفت کسب و کارش صحبت میکرد، در حالی که خانم هریسون به پسرش گیر میزد که برای یه دوست دختر پیدا کنه. آخه چرا اینقدر هولی؟ من خیلی جمعنم بای شام نه سانسور شد. پسر شماره دوی داستان برای این چیزا کلی وقت دارم. الان کلی وقت داری؟ ندارم مامان، ترجیح میدم جای دختر بازی روی مدرسه تمرکز کنم. پسر خوبی جز یه حواس پرتی مسخره نیست. اگه همش کار کنی و تفریح نکنی روحیتو از دست میدی عزیزم. شیلا رو یادته؟ دختر بنجامین. به نظرم اون دختر خوبیه. مامان من ازش خوشم نمیاد، اون به طرز عجیبی عاشقمه. دوک اون بهت اهمیت میده. اولش کن حالا، انقدر بهش گیر نده، آخرش یکی رو پیدا میکنه دیگه. آره بابا ولی ممکنه تا اون موقع که آماده بشه دیگه شیلا از اینجا رفته باشه. خب من فکر میکنم خب یکی دیگه همه که بچه ها پیش میاد این قضیه که یه دختر تو دنیا نیست، یک پسر هم تو دنیا نیست و وقتی طرف دوست نداره، من دارم میگم طرف دوست نداره با طرف باشه چرا باید؟ شما خودتون الان بیان یه سوال دارم، با کسی که عاشقشی نمیرین تو رابطه یا با کسی که عاشقتونه؟ 100% با کسی که نمیشه.
کسی که عاشقتون باشه شما دوستش نداشته باشین، شما گن میزنین به اون طرف، کسی هم که شما عاشقش باشین اون عاشقتون نباشه اون گن میزنه به شما. در نتیجه سوال کلا اشتباهه. این سوالی که من پرسیدم آب قطعه. بریم ادامه ویدیو. اون دختر براش خیلی خوبه، اون یه دختر جوون و باهوشه، برای همدیگه خیلی مناسبه. الان اصلا علاقه ندارم که وقتمو برای دختر رو هدر بدم. داداشی جونم، میگم نظر در مورد پسرها چیه؟ ساکت شو هارپر. شیلا و والدینش قراره به زودی بیان پیشمون و تو حتما باید باهاش وقت بگذرونی تا همدیگه رو بشناسی. مامان جان، من اون دختره رو که شما دوست داری مو دوست ندارم، دستتونم درد نکنه. نو مخام. از کجا معلوم شدی عروسیم افتادی؟ با شنیدن این حرف دوک تصمیم گرفت دروغ بگه. متاسفم مامان، ولی من خودم دوست دختر دارم. گفتم با شیلا نمیتونم ریل بزنم مادر من، چون خودم دوست دختر دارم. پس چیه عروسمون؟ از 6 ماه پیش، ولی به کسی نگفتیم، نمیخوام مردم همه چیزو بدونن. دوک از سر میز پاشد و تصمیم گرفت تو باغ یه قدمی بزنه تا آروم بشه. یهویی از پشت سرش صدای یه نفر رو شنید و برگشت دید آقای کراسه. آه متاسفم جناب دوک، نمیخواستم مزاحم قدم زدنتون بشم. یکم ناراحت به نظر میرسی. اینطور نیست، واقعا چیزی نیست، فقط بعضی وقتا والدین خیلی سخت میگیرن. شما بچه دارید آقای کراس؟ آره یه پسر دارم، همسن شماست. ای بابا حیف شد دختر ندارین. چند یه روزی شما رو با هم دیگه آشنا کردم. دوک انقدر فکرش درگیر بود که فقط لبخند زد و رفت. آخر همون هفته مامان ناتالی دچار یه تب جدی شد. بنابراین با کیله به سمت شهر رفت تا یه سری دارو بخره. در حالی که تو داروخونه بودن پدر ناتالیش بهش زنگ زد. باید یه سر برم خونه یکی از دوستای پدرم یه چیزی بردارم. توی میدان مرکزی منتظرم باش، زود برمیگردم. نوتالی داروها رو خرید و تو میدون رو نیمکت نشست. یه مجسمه اسب پیر وسط اون میدون قدیمی قرار داشت که نوتالی خیلی ازش خوشش میومد. اسب خیلی قشنگ و سحرآمیز بود. همون موقع دید چشم بند قرمز اسب افتاده. رفت برش داشت و وقتی میخواست بذارتش سر جاش با یه پسر مجسمه لغ زد. نوتالی سعیشو کرد که صافش کنه ولی یهویی چپه شد و افتاد و شکست. اسبم زایید. ناتالی کاملا شوکه به اون وضعیت خیره شد. مردم سری اونجا جمع شدن و از خود بیخود شدن. چطور تونستی قصر به هوا باشی و نماد افتخار شهرمون رو نابود کنی؟ نماد افتخار شهرتون به گوز بند بود، ببخشید متاسفانه، ولی جومدا از شهرمون و سیستمش بد میگه کافی نبود ها؟ حالا هم زدی میراث فرهنگیمون رو از بین بردی. بعضیشون حتی زدن زیر گریه و ناتالی خیلی وحشت کرد. اون سعی کرد با کیله تماس بگیره ولی شارژ موبایلش تموم شده بود. به خدا من هیچ کاری نکردم، از قبل شور بود، خواهش میکنم منو ببخشی. ولی مردم شهر از دستش کفری بودن. به زودی پلیس اومد و موقعی که داشتن ازش بازجویی میکردن همه یهویی ساکت شدن و راه برای یه نفر باز کردن. ناتالی سرشو بلند کرد و پسر نجات داد. چشم شد اون دوک بود، بزرگترین فرزند خانواده هریسون. اینجا چه خبره؟ این دختر به یکی از اموال عمومی خسارت وارد کرده و میخوایم با خودمون ببریمش اداره پلیس. دوک براش سر تکون داد. به زودی ناتالی سر از اداره پلیس در آورد. تو رو خود جناب سرهنگ بذارین یه سر برم خونه، مامانم مریضه و حتما خیلی نگران شده. ولی مامور توجهی نکرد. چند دقیقه بعد دوک از دفتر اصلی خارج شد. میتونی بری، من ترتیب همه چیو دادم. ها؟ منظور چیه؟ $50,000 به عنوان جریمه خسارت پرداخت. تو ندادی بابام داده. دادم تو نری زندان. چی؟ چرا این کارو کردی؟ تو که اصلا منو نمیشناسی. چون بهت نیاز دارم. چی؟ منظور چیه؟ دوک از اداره کشیدش بیرون تو باهاش حرف بزنی. گوش کن، ازت میخوام یک ماه به عنوان دوست دختر فیکم برام کار کنی و بابتش بهت پول میدم. کسافت کاری. بچه‌ها 2 قسمت دیگه هست. هنوز تموم نشد. 5 دقیقه هنوز از این هست. 34 دقیقه دیگه من باید این کسافت کاری رو تحمل کنم. واقعا عالی شد. واقعا عالی شد. متاسفم ولی میشه یه بار دیگه بگی؟ فکر کنم درست نشنیدم. احتمالاً درست شنیدی، بهت نمیاد مشکل شنوایی داشته باشی. الان مثلا شوخی کردی؟ چون واقعا خیلی مسخره بود، حتی یه کفتارم به شوخیات نمیخنده. به نظرت من شبیه دلقکام؟ چطور میتونی این شغل مزخرفو بهم پیشنهاد کنی در حالی که نمیدونی دوست پسر دارم یا نه؟ ببین برام مهم نیست سینگل هستی یا نه، اصلا به یه ورم هم نیست، فقط ازت تظاهر کنی دوست دخترمی و همه رو متقاعد کنی که عاشق هم دیگه ایم، مخصوصا خانوادمو. چرا اصلا دوست دختر فیک میخوای؟ میتونی یه واقعیشو داشته باشی. فقط هر کیو خواستی انتخاب کن بجز من. شما پولدارا عادت کردین هر چی خواستین گیر بیارین. ازت خواستم الکی دوست دخترم بشی، نه اینکه با هم مصاحبه کنی. تو خلوت عملا با هم غریبه ایم و کاری به کار هم دیگه نداریم. فردا میتونم یه قرارداد آماده کنم. چی باعث شده فکر کنی قبولش میکنم؟ من این شغل عجیبو نمیخوام. نگران نباش، یه جور دیگه پولتو بهت پس میدم.
راه دیگه ای نیست، یا باید کارم رو قبول کنی یا فوراً باید پولم رو پس بدی. باید دقیقا همون جوری باشه که هزینه کردم تا توی بدبخت رو نجات بدم. ناتالی میخواست به خاطر اینکه تهدیدش میکنه سرش داد بزنه، ولی میدونست که نمیتونه پولش رو پس بده. بذار بهش فکر کنم. من وقت زیادی ندارم، یه روز بهت فرصت میدم. بیا فردا همین موقع تو کافه هم دیگه رو ببینی. قبل از اینکه ناتالی چیز دیگه بگه اون برگشت و رفت. وقتی رفت خونه دید کیله بهش پیام داده و گفته شب تو خونه دوست پدر ناتانیش میمونه. ناتالی واقعا نیاز داشت باهاش حرف بزنه، ولی خیلی نگران بود که چه واکنشی قرار نشون بده. در ضمن فعلا نمیخواست چیزی به مامانش بگه تا بهش استرس وارد نکنه. پس اون شب به قسمت محبوبش تو مزرعه رفت و تنهایی بهش فکر کنه. یهویی کیلب رفت سمتش. هی تو اینجا چی کار میکنی؟ وایسا ببینم، داری گریه میکنی؟ بهم بگو چی شده؟ ناتالی چاره‌ای نداشت جز اینکه همه چیزو تعریف کنه. داری جدی میگی؟ نباید میذاشتی کمکت کنه. خودش یهویی این کارو کرد، منم هیچ وقت نمیتونم خودم 50,000 دلار جور کنم. ولی بین این همه دختر چرا تو رو میخواد؟ احمقانه است. فکر میکردم هارپر عوضیه، انتظار نداشتم برادرش بدتر باشه. ببین اگه کمکم نمیکرد الان داشتم تو زندان آب خنک میخوردم. ولی معلومه کمکت کرده تا مجبورت کنه کار احمقانش انجام بدی. خب من چیکار کنم؟ چاره ای برام نذاشته. این که ببینم دوست دخترم با یه پسر دیگه رابطه داره برام زجرآوره. مهم نیست واقعی باشه یا الکی. کیله بلند شد و با عصبانیت به چند تا زنگ لگد زد. خیلی خوب باشه، انجامش نمیدم. مجبورم یه چاره دیگه پیدا کنی. ناتالی گریه کرد و کیلب نه. اینجا درس بزرگی رو میگیریم. خیلی خوب. متاسفم. تو رو خدا گریه نکن. بیا درباره‌اش حرف بزنیم. فقط قراره نقش بازی کنی و همش هم برای یه ماه، درسته؟ و مطمئنی میخواد پول زیادی بابتش بهت بده؟ آره همه چیز الکیه، من هیچ وقت عاشق اون عوضی نمیشم. غلط کردی. ببین دو قسمتی که توش در میاد الان در ادامه 100% تو قسمت بعدی لبر گرفتی. خب قسمت بعدی نگرفته باشی قسمت آخر گرفتی. نمیخوام هیچ وقت. باشه پس قبول میکنم، ولی به یه شرط. چه شرطی؟ خب بچه‌ها دمتون میگم که تا اینجا امرمون بودین. واقعا هیچ صحبتی ندارم، داستان قشنگ بود، فقط درس میگیریم که با پول دوست دخترتون مجبوره بره ادای یکی دیگر در بیاره. الان شما پول خودت پول میداشتی میتونستی بگی بیا ازم میدم به پسره بده و ما با هم دیگه راحت در رابطه بمانیم، ولی الان که پول نیست اینجور انبازی هم دیگه به هر نحوی پیش میاد، الان هم پیش اومده. تا پول دار نشدین دوست دختر نگیرین، مثل من که الان خیلی دیگه پول دارم. دمتون گرم و تا قسمت بعدی خدا رو نگهدار شما. نداشتی یه دکمه نمیتونه انقدر وحشتناک باشه دکمه.